سرخط خبرها. با گذاشتن روند صلح افغانستان به مرحله خطرناک، اسلام آباد از احتمال جنگ داخلی هشدار می‌دهد. مصروفیت کاری که انجام یک کار مهم را به عقب انداخته است. کمیته رهبری شورای عالی مصالحه هنوز هم پیشنویس توافق صلح را تایید نکرده است. چون مسئله استانبول مسئله عادی هم نیست، یا مسئله تر هم مسئله عادی نیست. شش ماه در بی سرنوشتی، ساختار اداری کمیسیون مبارزه با فساد اداری همچنان ناتکمیل مانده. هدف اینا دقیقا تشویقی فاسدین است، حمایت فاسدین است. کرونا و چهارمین روز بحرانی در هند، بیش از 2000 تن جان باخته، چندین کشور دست کمک دراز کردند. سلام و وقت بخیر. از دید اسلام آباد، روند صلح افغانستان در مرحله خطرناک قرار گرفته و اگر جنگ کنونی از راه سیاسی حل نشود، خطر جنگ داخلی وجود دارد. وزیر خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد تلاش میکند تا طالبان را به ادامه گفتگو وادار کند. شاه محمود قریشی هرچند از آدرس مشخص نام نمیبرد، میگوید عناصر در داخل افغانستان از اقتصاد جنگی نفع میبرند و روند صلح را تخریب میکنند. از سوی هم دستیار وزیر خارجه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی با پیام پشتیبانی از صلح به کابل آمده و با رئیس شورای عالی مصالحه ملی و مشاور شورای امنیت ملی دیدار کرده است. وحیدین انصاری گزارش میدهد. هشدار اسلام آباد از افتادن افغانستان به دامان جنگ داخلی. وزیر خارجه پاکستان میگوید وضعیت افغانستان در مرحله خطرناک قرار گرفته و اگر نبرد کنونی از راه سیاسی حل نشود، خطر اینکه افغانستان به یک جنگ داخلی کشانیده شود وجود دارد. شاه محمود قریشی میگوید کشورش تلاش میکند تا طالبان را وادار به ادامه گفتگو با دولت افغانستان کند. این دیپلمات پاکستانی تاکید میکند که گفتگوهای دوحه باید از طریق نشست ترکیه به یک پایان منطقی برسد. پیشرفت در روند صلح به نفع کل منطقه است. بی‌ثباتی در افغانستان هزینه های سنگینی بر ما گذاشته است، هم انسانی و هم اقتصادی. برای وادار کردن طالبان به ادامه گفتگوها تلاش میکنیم، اما خطرها و ترس بازگشت به دهه 90 و جنگ داخلی نیز متصور است. قریشی در گفتگو با شبکه ترکی اناتولی همچنان مدعی شده که روند صلح افغانستان از سوی عناصر در داخل افغانستان تخریب می شود که از اقتصاد جنگ میلیون ها دلار نفع می برند. عناصر تخریبگر صلح هم وجود دارد. عناصر در داخل افغانستان که از اقتصاد جنگی نفع می برند و نمی خواهند صلح تامین شود. این عناصر از ادامه جنگ بیلیون ها دلار نفع می برند. به همین گونه عناصر خارجی هم وجود دارند که مخالف تامین صلح در افغانستانند. از طالب کرده به نظر ما کسایی که در داخل از این حکومت هستند بیشتر جنگ دارند. آماده پاچه برزدن به خاطر نابود کردن یا امکانات کس برچور چپاولشه. جنگ ها سلیقه‌ای شده، تامین امنیت سلیقه‌ای است، انکشاف سلیقه‌ای است، همه برخوردهایی افغانستان را به تباهی میکشانه. تخریب روند صلح در حال از سوی عناصر داخلی و خارجی توسط قریشی مطرح می شود که نماینده نخست وزیر پاکستان همکنون در افغانستان مشغول دیدار با مقام‌های ارشد حکومتی است. صادق خان و هیئت همراهش با مشاور امنیت ملی دیدار کرده است. در پاکستان لزنگری استازی صادق خان او پلاوی سره پر ځینو مهمو مسایلو او په دې مسایلو کې د خندونو په حل لارو بحث وسو او له تروریزم سره د مبارزې پر سرنګوالي بحثونه وشول. منبعهای به تلویزیون یک میگویند محور بحث نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با مقامهای دولت افغانستان تسریع و تسهیل روند صلح به ویژه نشست ترکیه بود است. پاکستان بل هیڅ لار نه لري تر څو چې خپل دریز پر احتیا سره روښانه نکړي. از سوی هم دستیار وزیر خارجه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی حامل پیام جو بایدن به دولت افغانستان است. دین تابسون با عبدالله عبدالله و حمدالله محب دیدار کرده است.
او از تعهد امریکا به ادامه کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، توسعه و پشتیبانی جهانی از صلح پایدار اطمینان داده است. در آن سو پیتر بوریان، نماینده ویژه اتحاد اروپا در آسیای میانه، نماینده ویژه اتحاد اروپا در افغانستان و نمایندگان ویژه قزاقستان، جمهوری قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در نشست مجازی از روند صلح افغانستان اعلام پشتیبانی کردند. از هر اقدامی که ما را در این راستا به صلح عادلانه و پایدار نزدیک نمایند استقبال میکنیم. در این حال هیئت طالبان مشغول رایزنی با رهبران این گروه در پاکستان است. منبع‌های نزدیک به این گروه به تلویزیون یک میگویند که هیئت طالبان در دو مورد، مسئله تأخیر در روند بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و نیز اشتراک در نشست ترکیه با رهبرانشان، به رایزنی پرداختند. تدویق خبری پیش شوی و در امریکایانو در خیلطا پکنامیت خلاف پرزی و دو همه در خلق و یا در مملکتو و طالبانو بندی زور و چکتشی در استانبول په غونډه کې شرکت وکړ، نو دوی به د خپلو ملګرو سره په دې بابنې مشوره کوي. اسای هم با بلند شدن بحث رهایی زندانیان بیشتر طالبان، ریاست جمهوری میگوید تجربه خوب از رهایی زندانیان طالب ندارد و این اشتباه را بار دیگر تکرار نخواهد کرد. خود طالبان و برعکس نه دا چې سولې ته یې غاړه کېنښوده، بلکې تاوتریخوالی یې لا هم زیات کړ او د سولې فرصت یې د جګړې لپاره وکاراوه. قرار بود نشست استانبول در 24 ماه اپریل برگزار شد، اما هفته پیش وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که به دلیل پیش آمدن ماه مبارک رمضان و نیز آماده نبودن طرف ها، این نشست تا میانه های ماه می به تأخیر افتاده است. ظاهرا طالبان برای اشتراک در این نشست، خارج شدن نام رهبرانشان و نیز رهایی زندانیان باقی مانده این گروه از زندان های دولتی را به شرط گذاشتند. پیشنویس توافق صلح افغانستان آمادگی های نشست ترکیه منتظر تایید کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی است، اما این نشست به تأخیر افتاده و زمان برگزاری آن روشن نیست. شماره از جریان های سیاسی میگویند اختلاف های درونی بر سر جاگزینی ها و تقسیم قدرت میان ارگ و سپیدار سبب شده تا برای سال کار بنیادی نشود. در این میان برخی دیگر تاکید دارند که ادامه تکروی های پسین ارگ در تقرری های تازه اجماع سیاسی برای صلح در افغانستان را آسیب خواهد زد. اما معاون شورای عالی مصالحه ملی دلیل تأخیر در برگزاری نشست کمیته رهبری این شورا را مصروفیت های کاری می داند. میلاد سیار گزارش می دهد. سرنوشت سازترین تصمیم های صلح افغانستان در فصل تازه تلاش های سال در کمیته رهبری شورای مصالحه گرفته می شود. حالا این کمیته دو کار خانگی مهم و حیاتی دارد: نهایی سازی طرح صلح افغانستان و آمادگی برای نشست استانبول. با وجود آن، برگزاری نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی به تأخیر افتاده و زمان برگزاری آن روشن نیست. شمار از جریان‌های سیاسی دلیل وضعیت پیش آمده را برخواسته از اختلاف‌های ارگ و سپیدار بر سر تقسیم قدرت و تقرری‌های حکومتی می‌دانند. این اختلافات های درونی اینها بر سر تقسیمی ماموریت های داخلی و سفارتی باعث بر این می شود که بحث اساسی سل که متای گمشده مردم افغانستان زیر سایه واقع می شود. در چند هفته پس این حکومت برخلاف توافق سیاسی، مسعود اندرابی را از سمت وزارت داخله و نقیب الله فایق را از سمت ولایت فاریاب برکنار کرد. برکناری هایی که جنجالی شد و فصل تازه اختلاف میان ارگ و سپیدار را فرق زد. به اضافه آن، حکومت تقرری های تازه در دفتر شورای امنیت ملی و اداره تدارکات انجام داد. تقرری هایی که واکنش برانگیز شده و برخی هم می گویند ادامه این وضعیت فروپاشی اجماع سیاسی را به همراه دارد. اما حکومت پیوسته گفته تقرری ها بر بنیاد اصل تغییر و تبدیل و با در نظر داشت وحدت ملی صورت می گیرد. امنیت، انکشاف، توسعه، تعینات، همه چیز بر اساس سلیقه ها و تشخیص ها و یقین های فردی خود اینا تصمیم می گیرند. در مقرری ها مشورت بیشترین صورت بگیرد. امرای همه جناح ها و همه فرقه ها برای از اینکه همگی خود همکار احساس کنند. برخی تحلیل های وجود دارد که بخش مهم از کندی کار در روند سال بودهای بیرونی دارد و در بازی بازیگران جهانی صلح افغانستان تغییرهای به میان آمده است. نه در هرگ نه در سپیدار، مشکل در قطر است.
قطر بعد از آمدن بایدن تا بالم نتانسته درک کنه که وضعیت چی میشه. با وجود این همه انتقاد و نگرانی، معاون شورای عالی مصالحه ملی تاکید دارد که دلیل تأخیر در برگزاری نشست کمیته رهبری این شورا مصروفیت‌های کاری رهبران است. این مقام شورای عالی مصالحه ملی همچنان تاکید دارد که در پیوند بر روند سال هیچ گونه اختلاف میان ارگ و سپیدار وجود ندارد و پیش از برگزاری نشست استانبول، نشست کمیته رهبری شورای مصالحه برگزار خواهد شد. چون مسئله استانبول یک مسئله عادی هم نیست، یا مسئله تر هم مسئله عادی نیست، دیگه از این خاطر باید همه کلانان موجود باشه. در کمیته رهبری شورای مصالحه اکثریت رهبران سیاسی افغانستان حضور دارند و از بیرون به این نشست به عنوان نماد اجماع سیاسی در پیوند به روند سال دیده می شود. مگر با توجه به وضعیت پیش آمده، نگرانی ها از فروپاشی اجماع سیاسی داخلی هم وجود دارد. شماره از شهروندان بلوچ کشور امروز در نشست از کمرنگ بودن حضورشان در روند گفتگوهای سال انتقاد می کنند. اینان خواستار نقش برجسته و مؤثر در روند سال و نیز دسترسی به حقشان در نهادهای دولتی هستند و می گویند که از نظام، جمهوریت و دستاوردهای دو دهه پسین در کشور دفاع می کنند. در همین حال شماره از جوانان خواهان شفافیت روند سال هستند و بر برون شدن این روند از آنچه انحصار سیاسون می خوانند تأکید دارند. این جوانان با اعلام موجودیت شورای موسوم به صلح جوانان افغانستان همچنین بر پایان مداخله کشورهای همسایه تأکید دارند و میگویند جنگ نسل گذشته برای جوان امروز نیست. بلوچا در 23 ولایت افغانستان زندگی دارند، زندگی بدبختانه ای را دارند. بلوچا افراد تحصیل کرده و شایسته خود داره که ما خواستار حقوقشان بر حزب شایسته سالیان میشه. بودیم در گذشته و امروز هم خود بودیم، اما امروز حمایت خود بلوچا در کنار این نظام اعلان میکنن که ما از نظام به قیمت خون خود دفاع میکنیم. برخی از عضوای مجلس نمایندگان نگران شدت گرفتن نبردها و رویدادهای ضد امنیتی در شمار از ولایت‌ها اند. آنان برای جلوگیری از تلفات نظامیان و غیر نظامیان خواهان چاره اندیشی از نهادهای امنیتی اند. شماره از نمایندگان مردم در مجلس همچنان مخالف بیرون شدن تجهیزات نظامی نیروهای خارجی از افغانستان اند و میگویند تجهیزات باید به نیروهای امنیتی کشور واگذار شود. شدت گرفتن نبردها و افزایش رویدادهای ضد امنیتی در روزهای پسین در برخی ولایت‌های کشور بحث اصلی نشست امروز مجلس نمایندگان بود. برخی عضوهای مجلس نگران وضعیت کنونی امنیتی کشورند و تاکید دارند که نهادهای امنیتی باید چاره‌ای بیندیشند. جای مخالفین و دشمنان را خوب آدرس دارند و هیچ گاهی به صدای ما که نماینده های مردم بودیم به صدای اون مردم اینا گوش ندادن. بسیار مسافه کم است که اینا برن تامین امنیت بکنن، فقط چند تا پوسته امنیتی لازم است که اینا افراز بکنن، ولی هر روز که ما میبینیم مردم ما به تهدیدات بلند امنیتی قرار داره. ونی ته مونږ لګیدلی که تاسو یو کوي پلاوی وټا کې جناب رئیس صاحب یک بار بروه امی وضعیت وردګ بررسی کنه کی جا چی وضعیت است. کابل از وردګ نام نه است، شاهرای نمبر یک از وردګ بند است، شاهرای نمبر دو که پنج شش ولایتای مرکزی هستند از ولایت وردګ نام نه است. یک ایحت قوی تر بروه وضعیت بررسی کنه که اصل مشکل در کجاست. رئیس مجلس نمایندگان هم از طرفهای درگیر جنگ میخواهد که قانونهای نبرد را مراعات کرده تا از طرفات غیر نظامیان جلوگیری شود. از آدرس خانه ملت، نیروهای امنیتی و گروه طالبان میخواهیم که طبق قوانین جنگی و ارزش‌های اسلامی از صدمه رساندن به مردم ملکی خودداری نمایند. نامنی‌ها در اکثر نقاط کشور بخصوص در ولایت‌های فاریاب، قندار، ننګرهار، غزنی، بغلان، هرات، هلمند و لوګر نگران کننده است. از سوی هم شماری از نمایندگان مردم در مجلس مخالف بیرون شدن تجهیزات نظامی نیروهای خارجی از افغانستانند.
و میگویند تجهیزات نیروهای خارجی باید به نیروهای امنیتی کشور واگذار شود. باید امریکایی ها تماما تجهیزات خود به افغانستان بمانه. ای که تجهیزات خود تخریب میکنه به کشوری میته که دشمنی تاریخی همراه ما داره، ای خلاف پیمان است. با وجود چې دغنه قربانیان رو مثلا افغانان ورکړي دوه سوزی خپل تجهیزات یا مثلا ورکی پاکستان ته یې د منځه وړي، باید پارلمان په دغه وخت کې غږ جیکي د حکومت سره سم چې دغه تجهیزات بیرته زموږ اردو ته وسپاري. و موضوع همدرد صاحب شریف در نشست امروز مجلس همچنان قانون اجراءات جزای عسکری از سوی عضوهای مجلس با تنها سه رأی مخالف تصویب شد. ولایت های لوگر، ننگرهار، هرات و کنر امروز گواه رویدادهای ضد امنیتی بود. در این رویدادها دست کم 10 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. پلیس لوگر میگوید که در کمین طالبان بر موتر منصوبان نیروهای محافظت عامه معدن مس عینک در ولسوالی محمد آقای لوگر 7 تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. در هرات هم 3 تن به شمول مدیر امنیت ولسوالی گلران این ولایت بر اثر برخورد موتر عاملشان با ماین جان باختند. در شرق کشور در پی برخورد موتر رنجر پلیس با ماین کارگزاری شده در ناحیه اول شهر جلال آباد 1 پلیس و 3 فرد ملکی زخمی شدند و در کنر در نتیجه برخورد 1 راکت بر 1 مراسم رقابت حفظ قرآن کریم 5 تن زخمی شدند. با گذشت نزدیک به 6 ماه از ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری، هنوز هم ساختار اداری این کمیسیون کامل نشده است. رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری میگوید قرار است تا 1 ماه دیگر ساختار اداری این نهاد کامل شود. مسئولان در این نهاد همچنان از مدغم شدن اداره بازرس ویژه افغانستان به این کمیسیون خبر میدهند. نهادهای ناظر بر روند مبارزه با فساد اداری با انتقاد از گزینش عضوهای این کمیسیون از سوی رئیس جمهور غنی ایجاد این کمیسیون را نمادین، نامؤثر و غیرقانونی میدانند. راه طولانی و پرخم پیچ مبارزه با فساد اداری. کمیسیون مبارزه با فساد اداری نزدیک به 6 ماه پیش به دستور رئیس جمهور غنی ایجاد شد، اما هنوز هم ساختار اداری این کمیسیون نهایی نشده است. رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری هرچند میگوید کامل شدن ساختار اداری این نهاد 1 ماه مهلت زمانی نیاز دارد، اما تاکید دارد که 69 پرونده بزرگ و کوچک فساد در آن ثبت شده است. حدود 1 ماه را در بر بگیره که حداقل رؤسای بخشای مهم تعیین شوان از طریق رقابت آزاد و بعدا میریم به بستای پایین تر که بستای 3 الی 6 باشن، اونا هم به زودی استخدام میشن. تا حالا ریاست ثبت و بررسی دارایی ها و دبیرخانه ویژه مبارزه با فساد اداری از اداره امور ریاست جمهوری و کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری یا مک با کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم شدند. رئیس این کمیسیون میگوید که قرار است در آینده نزدیک اداره بازرس ریاست جمهوری هم به این کمیسیون مدغم و کارمندان آن در این نهاد گماشته شوند. کارم به زودی صورت میگیره و اداره بازرس هم شما میفهمین که 1 بخش از وظایف که مربوط به کمیسیون است از لحاظ حکم قانون قبلا توسط اداره بازرس انجام می شد. به اول لحاظ اداره بازرس هم حتما مدغم می شود با کمیسیون. تمامی عضوهای کمیسیون مبارزه با فساد اداری از سوی رئیس جمهور گزینش شدند. نهادهای ناظر مبارزه با فساد اداری گزینش عضوهای این کمیسیون از سوی رئیس جمهوری را غیر قانونی می دانند و مشروعیت این نهاد را زیر پرسش می برند. این کمیسیون نتانسته کارهای را انجام بده که اعتماد مردم را بالای خود جلب کند و همچنان امیدواری را ایجاد کند که این کمیسیون واقعا می تواند در امر مبارزه با فساد اداری مؤثر واقع شود. از سوی هم کندی در چگونگی کار بر سر ساختار اداری نهاد هم با انتقادهای به همراه است. کمیسیون مبارزه با فساد اداری زمانی از سوی رئیس جمهور غنی ایجاد شد که حکومت آماده برگزاری نشست ژنو می شد. هدف اینا دقیقا تشویق فاسدین است، حمایت فاسدین است و زیر خاک کردن اسناد فساد است که در افغانستان جریان دارد. کارشان ملموس و جوابگو برای ملت نیست. متاسفانه کاری نشده که قناعت نمایندای مردم را و مردم را کمایی کرده باشد. عبدالقیوم نظامی به عنوان رئیس و فرخ لقاب معاون، همایون حامد، سید محمد هاشمی و مریم زرمتی به عنوان کمیشنران کمیسیون مبارزه با فساد اداری در 23 عقرب گماشته شدند.
روند بایومتریک داوطلبان آزمون ورود به دانشگاه‌ها در 25 ولایت کشور آغاز شد. اداره ملی امتحان‌ها میگوید انتقال کارمندان و همچنین مواد مورد نیاز آزمون کنکور امسال به ولایت‌های دوردست و نام با چالش جدی برخورده. به گفته این اداره امسال 2000 داوطلب در کنکور شرکت خواهند کرد که 72174 تن در نهادهای تحصیلات عالی جذب خواهند شد. سلام و وقت همه بخیر. ما برای نخستین بار در تاریخ کنکور پیش بینی کردیم، پلان کردیم و امید میبریم که بتانیم دمی سه مرحله بدون کدام واقع الهی این پروسه را با پایان برسانیم. 25 ولایت برای یک بار در یک دور برای اولین بار است که مدیریت میشه. و حالا هم مهمترین خبرها از جهان. هند برای چهارمین روز پیهم بیش از 350 هزار مورد ابتلا به بیماری کووید 19 را ثبت کرده و نیز از مرگ 2200 تن در یک شبانه روز گذشته خبر داده است. با این حال شماری از کشورها به شمول امریکا، ایران و اتحادیه اروپا برای کمک به هند اعلام آمادگی کردند. این کشورها گفتند به گونه فوری نظام بهداشت و درمان هند را تقویت خواهند کرد. امریکا اعلام کرده که به زودی کمک های خود را به دولت و کادر درمانی این کشور ارسال خواهد کرد. ایران هم پس از ثبت چندین مورد ویروس کرونا هندی همه پروازها به هند و پاکستان را متوقف کرده است. 93مین جشنواره فیلم اسکار امسال برخلاف هر وقت دیگر با حضور تنها 170 نفر برگزار شد و برندگان مهمترین جشنواره های سینمایی جهان جایزه های خود را دریافت کردند. تمامی شرکت کنندگان پیش از حضور آزمایش کرونا داده بودند و تحت پروتکل های شدید بهداشتی اجازه ورود به این مراسم را پیدا کردند. آنتونی هاپکینز با بازی درخشان و هنرمندانه خود در فیلم پدر توانست برای دومین بار جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را به خود اختصاص دهد. داوران اسکار جایزه بهترین بازیگر زن را به فرانسیس مکدورمند برای بازی در همین فیلم واگذار کرد. در این جشنواره همچنین فیلم سرزمین خانه‌بدوش‌ها ساخته خانم کلوی جاو جایزه بهترین فیلم را به خود اختصاص داد. جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم به دانیل کالویا تعلق گرفت. هیئت داوران اسکار جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را هم به بازیگر کوریایی یون یو جونگ برای بازی در فیلم میناری دادند. دولت ترکیه در واکنش به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه در جنگ جهانی اول از سوی آمریکا اعلام کرده است که این اقدام جو بایدن در روزها و ماه‌های آینده به پاسخ نخواهد ماند. سخنگوی رئیس جمهور ترکیه میگوید قرار است رجب طیب اردوغان امروز درباره این موضوع در نشست هیئت وزیران صحبت کند و مجلس ترکیه هم قرار است این هفته در این باره بیانیه‌ای صادر کند. جو بایدن شنبه به مناسبت 106مین سالیاد قربانیان کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول به وسیله امپراتوری عثمانی این رویداد را نسل کشی نامید. پیش از این 30 کشور جهان از جمله آلمان و فرانسه از کوچ اجباری و کشتار صدها هزار ارمنی در خاک عثمانی حین جنگ جهانی اول به عنوان نسل کشی نام بردند. حالا هم تازه های ورزش. نویدالله سیفی ورزشکار کشتیگیر کشور که در آلمان زندگی می کند قرار است تا کمتر از 3 ماه دیگر در رقابت‌های کشتی اروپا شرکت کند. این رقابت‌ها در هلند برگزار می شود. سیفی تاکنون از 40 رقابت ملی و جهانی 36 پیروزی و 4 شکست در کارنامه دارد. 3-4 ماه بعد یک مسابقات در هلند است در بین 28 کشور اروپا است. در بین 28 کشور انشاءالله اشتراک می کنم. در وزن 66 کیلو کشتی می کنم. ان شاء الله ببینیم توکل به خدا چی میشه. آقای سیفی که از 5 سال به این سو در آلمان به سر میبرد اکنون در لیگ کشتی بوندسلیگا دوم آلمان رقابت میکند. سوایت بوندسلیگا دو آلمان بازی میکنم و لیگ دوم آلمان اون در 2019 در بین 10 کشور اروپا قهرمانی در یک روز خدا رو شکر عفت کشتی کردم. کشتیگرای خوب خوب بردم از هر کشور آمده بود. در وزن 66 کیلوگرم مقام طلا را کسب کردم در 2019. او تا کنون در 5 رقابت کشتیگیری در سطح اروپا شرکت کرده است. در آخرین رقابت ها که در بوندسلیگا دوم آلمان برگزار شده بود، سیفی در میان 9 ورزشکار به مدال طلا دست یافت. در ادامه هفته 33 رقابت های فوتبال لیگ برتر جزیره شب گذشته 3 بازی برگزار شد.
در این بازی ها برونلی با 4 گل و ولورهمپتون را از پیش رو برداشت. منچستر یونایتد و لیدز یونایتد با تساوی 0-0 به کارشان پایان دادند و استون ویلا و وست برونویچ هم 2-2 شدند و امتیازها را مساویانه تقسیم کردند. در جدول رده‌بندی منچستر سیتی در صدر قرار دارد. منچستر یونایتد دوم و لستر سیتی هم مکان سوم را در اختیار دارد. در لالیگای اسپانیا 5 بازی برگزار شد. بارسلونا 2-1 ویارئال را در هم کوبید. اتلتیکو مادرید 2-1 مغلوب اتلتیکو بلباو شد. سویا با 2 گل گرانادا را از پیش رو برداشت. اساسونا 2-1 مغلوب سلتا ویگو شد و ختافه 2-0 هویسکا را زمین گیر کرد. خبرها همین قدر بود. ممنون که یک را بیننده هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.